معقولی بود که این هیئت عاجل به نیویورک سفر میکرد و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته میشد که به ثبوت افغانستان توجه کنند. شما ببینین یک موشک پرتاب شد از یمن به طرف سعودی که هیچ تلفات در پای نداشت و دوبار است که شورای امنیت سازمان ملل راجع به او جلسه میگیره. تظاهرات در ایران صورت گرفت که نتیجتا 20 نفر کشته شدند و بحثش در شورای امنیت صورت گرفت. افغانستان در یک هفته گذشته شاهد قتل عام بوده، گویی که یک بمب اتمی کوچکی در این شهر استفاده شد و هزارها تن مجروح ساخت و صدها تن کشت. آمارهای رسمی البته صدها زخم بیشتر از صد کشته در یک هفته اخیر. در کشور که دولت آمار باشنده های پایتختش نداره، در کشور که گاهی در وقتها دولت آمار پلیس محلی را نداره، شما بالای آمار نشر شده دولت میتونین مشکوک باشین و دولت حقم داره که به خاطر حفظ روحیه مردم آمار پایان نشر کنه. من معلوماتی که دارم تعداد شهدا و مجروحین از این نزدیک به 1000 نفر میرسه، اما مجروح تا مجروح است. یعنی افغان که تنها بینیش خون شده، پیشانیش کم شیشه خورده، رفته پانسمان شده، او را ما در جمله مجروح نمیشه. خب اگر برگردیم به موضوع شورای امنیت، خب در موضوع افغانستان هم در شورای امنیت بحث شده بارها، یک هیئت از شورای امنیت هم اینجا اومده، ولی الان آیا این هیئت نمیتونه واقعا بره به سمت پاکستان و با توجه به فشارهایی که بر روی پاکستان هست شرایط افغانستان رو مطرح بکنه؟ ما نگاه ما به اسلام آباد نباید نگاه به یک پدر باشه که هر قدر بر روی فرزندش سیلی بکو و پس به دامانش بریم. ما به سمت باید باشه. ما نباید به سمت پاکستان میرفتیم. ما باید با این ثبوت و مدارک علی پاکستان میرفتیم و منطقی ترین گامی بود که دوستای افغانستان که تعدادشان در دنیا کم نیست، قتل عام اخیر منحیث یک اجندا شامل بحث در شورای امنیت میکردن و اگر فیصله شورای امنیت می بود که دو دولت با هم ثبوت و مدارک شریک کنن، بعد از او افغانستان با وقار بیشتر به اسلام آباد می رفت. در مورد شواهدی که علیه پاکستان هست، پاکستان میگه که چنین شواهدی وجود نداره، این شواهد محکمه پسندی نیست. منطق پاکستانی ها قوی نیست، ولی چون یک کشور هستوی و کشور قوی هستن، قوت دولتیشان باعث میشه که حرفشان شنونده داشته باشه و الا حرفشان آری از منطق است. در سال 2007 ما پرونده را، دوسیه بسیار منظم اطلاعاتی را در ارتباط با اسامه بن لادن بر جنرال مشرف در حضور رئیس جمهور او وقت افغانستان آقای کرزی ارائه کرد، ولی بعدها ثابت شد که حرف ما بجای بود. ولی چون ما طرف ضعیف هستیم، ضعیف باید زیاد منطقی صحبت کنه که شنونده داشته باشه و اونا چون طرف قوی هستن از دید قوت دولتی، گاه وقت بی منطق ترین حرف از اونا سرخط است.